سلام شما را دعوت میکنم به خبر ده از تمدن زمین لرزه نیرومند صبح امروز بار دیگر بخشای از ولایت هرات را به گونه شدید تکان داد مرکز زمین لرزه نگاری امریکا قدرت این زمین لرزه را 6.3 درجه ریشتر اعلام کرده است این زمین لرزه حوالی ساعت 8 و دقیقه صبح امروز یک شنبه به وقوع پیوست و ساعت 8 و 26 دقیقه نیست با پس لرزه شدید به همراه بود تا کنون یک کشته و 35 زخمی از زلزله امروز به شفخانه حوزوی هرات منتقل شدند این زمین لرزه همچنین در برخی ولسوالی ها و نواهی هرات خسارات نیز بر جا گذاشته است پس از این حادثه جریان برق شهر هرات به گونه کامل قطع شده است در همین حال امارات متحده عربی اعلام کرد برای درمان و ارائه خدمات صحی به زدگان هرات یک شفاخانه سیار میسازد وزارت خارجه این کشور گفته این شفاخانه علاوه بر داشتن تجهیزات پزشکی و ادویه با انجام عملیات‌های جراحی پیشرفته زخمیان را درمان خواهد کرد امارات متحده عربی گفته کار ساخت این شفاخانه در هرات آغاز شده است از سوی دیگر سفارت ژاپن در کابل از رسیدن محموله کمک بشردوستانه این کشور به زلزله نیرومند هرات خبر میدهد. نورالدین عزیزی سرپرست صنعت و تجارت هفته آینده در نشست یک کمربند و یک جاده در چین سفر میکند وزارت سنعت و تجارت اعلام کرده آقای عزیزی در روزهای آینده به بیجینگ پایتخت چین سفر خواهد کرد گفته شده نورالدین عزیزی در سفر به چین در مورد طرحهای ساخت جاده از طریق کریدور واخان برای دسترسی مستقیم به چین گفتگو خواهد کرد مقامات چین افغانستان و پاکستان در ماهای گذشته گفته بودند که مایلند طرح کمربند و جاده شامل افغانستان شود و کریدور اقتصادی چین و پاکستان تا افغانستان گسترش یابد جلسه هماهنگی میان نهادهای امنیتی و مسئولان اتحادیه افسران و جنرالان سابق در کابل برگزار شد در این نشست از تمامی افسران و نظامیان با تجربه دولت پیشین خواسته شده که با صفوف نیروهای امنیتی به پیوندد اتحادیه افسران و جنرالان سابق نیز با اعلام حمایت از نیروهای امنیتی و بر تطبیق کامل فرمان عفو عمومی تاکید کردند آگاهان نیز میگویند حکومت باید از تجارب و تخصص نظامیان پیشین استفاده کند از روز جهانی بینایی به هدف محافظت از چشم طی مراسم در وزارت صحت آمد تجلیل شد بنابر آمارهای سازمان صحی جهان سالانه 25 هزار شهروند کشور بنابر عوامل مختلف بینایی حداقل یک چشم خود را از دست میدهند مسئولان وزارت صحت عامه میگویند برای بلند بردن ظرفیت تداوی بیماری چشم تعداد مراکز صحی تداوی چشم و متخصصان این بخش در ولایت مختلف را افزایش میدهند این بود خبری در وقت شما بخیر